پارلمان تاجیکستان طرح تغییر الوه ها با قانون مطبوعات را که از سوی وزارت فرهنگ تهیه و از سوی حکومت پیشنهاد شده بود قبول نکرد. شکرجان ظهورو رئیس مجلس نمایندگان روز 3 فوریه گفت که حالا برای بازبینی این طرح یک کمیسیون مخصوص برای سفته کردن چند مفهوم حقوقی با رهبری عبدجبار عزیزی تاسیس شده است و بعد از نهایی شدن طرح دوباره قبولش را بررسی خواهند کرد. اما ظهورو گفت که تا این دم آنها یک نکته بحث برانگیز این طرح را عوض کردند و از خبرنگاران خواست که نگران نباشند. در این مورد مقام وکالتدار به حسابگیری وسطای اخبار عامه یعنی شما به حسابگیری هستید حقوق دارد فعالیت وسطای اخبار عامه رو به مهلت تا 3 ماه باز دارد. ما به این راضی نشدیم، ما این گفتیم و در نتیجه این از اینجا برداشته شده است. فقط این کار رو اکنون مثل که در قانون پیشینه هم بود یعنی سود حل کرده می تواند. شمزین آرومبکزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان که مسئول ثبت نام رسانه هاست در رو به روی وکیلان گفت که هدف از قبول طرح الوه ها به قانون مطبوعات جلوگیری از قانون شکنی ها است، نه بستن نشریه های مستقل. در حالی که به گفته او در کشور بیش از 600 رسانه ثبت نام شده، هر کدام از آنها برای خبرنگاران جای کار درست کردند. هدف فقط پیشگیری کردن قانون ویران کنی است. امروز من حتی در حضور وکیلان محترمم گفتم که تروریسم اطلاعاتی است. روزنامه های با اصطلاح تروریستی هستند که باید در دست ارگان حفظ قانون یکان وسیله باشد که برای پیشگیری کردن چنین واسطه ها پیشبینی کردگی باشند. گپ در باره من بار دیگر تکرار میکنم، گپ در باره آنهایی میرود که میخواهند قانون را ویران کنند. اون خوب این پیشگیری کرده شود. در همین حال شکرجان ظهورو رئیس مجلس نمایندگان در ادامه جلسه خواهش کرد تا یکی از روزنامه‌نگاران که در بیرون از تالار پارلمان جرایان بحث‌ها را طریق تلویزیون نظارت دارند به نزد وکیلان بیاید و نقطه نظری خبرنگاران را بگوید. عوض یلداشف کارمند نشریه و خبرگزاری آسیا پلاس به حیث نماینده خبرنگاران وارد تالار شد و گفت که اولا این طرح الوه ها بریزاید و بدون هماهنگی با خبرنگاران تهیه شده است. آن این میتواند نه فقط در داخل نفوذ تاجیکستان را در بیرون هم کاسته کند که با یک پیشنهاد مثلا یک روزنامه که 10-12 هزار نفر در یک روز میخواند بسته شود. خب در معاین لیکن برای فکر کردن، برای اندیشه کردن در یگان دولت دنیا جزا نیست. این را فهمید. شکرجان ظهورو پاسخ داد که حالا طرح سبکتر شده است و اگر کمبودی ها پیدا شوند مقامات با عریضه مراجعت کنند و دادگاه آن را بررسی خواهد کرد. در ادامه ظهورو افزود آنها پهلوی دیگری مساله را نیز بررسی دارند که باید هر یک مقامدار به همه گونه نوشته های خبرنگاران توجه کرده و به سوال آنکه چرا این آن کمبودی رخ داده است پاسخ بگویند. قبلا حکومت تاجیکستان به قانون درباره مطبوعات دوری و دیگر وسایل اخباری عامه یک سلسله تغییراتی را پیشنهاد کرده، یک بندی مخصوص درباره ترتیب بازداشت فعالیت رسانه ها را اضافه کرده بود. بر اساس این تغییرات که حالا پارلمان قبولش نکرد، به دادستان کل و دادستان های تابع او حق داده می شد که رفع قانون شکنی ها اول به رسانه ها امر خطی داده و در صورت رعایت نشدن این امر برای قطع فعالیت رسانه ها درخواست فرستند. این نکته بحث برانگیز اضافه ها به قانون مطبوعات با واکنش های تند خبرنگاران روبرو شد. روز 1 فوریه 4 سازمان ژورنالیستی تاجیکستان از پارلمان خواسته بودند که این طرح را به این شکل قبول نکنند. آنها گفتند که این طرح در صورت تصویبش با سنزور جامعه قانونی خواهد پوشاند.